لیگ جهانی والیبال برای تیم ملی کشورمون با کسب رده چهارمی به پایان رسید. گزارشی از آخرین شب این رقابت ها. ملی پوشان ایرانی هرچند دیشب در سالن نلسون ماندلا شهر فلورانس ایتالیا به میزبان رقابت ها نتیجه را واگذار کردند، اما در مجموع عملکرد خوبی داشتند و تاریخ ساز شدند. چیزی که مردم انتظار داشتن از ما تیمی بود که همیشه جنگنده و خوب ظاهر میشد، ولی خب متاسفانه تو دو بازی آخر این شرط پیش نیومد برامون. کوچ سرمربی تیم ملی کشورمان در پایان این بازی از حمایت های مردم ایران تقدیر کرد. Grazie per il supporto perché sono stati fantastici. حمایت بسیار خوب مردم و مسئولان ایرانی از تیم ملی والیبال سپاسگزاری میکنم. باید بگم که در دو بازی آخر ما در اون سطحی که معمولا بازی میکردیم خودمون رو نشون ندادیم، اما در این حال خوشحالم که تیم ملی والیبال ایران تونست در چنین سطحی در کنار تیم‌های بزرگ و مطرح والیبال جهان حضور پیدا کنه. سرمربی و بازیکنان تیم ملی ایتالیا هم بار دیگر تیم ملی والیبال کشورمان را ستودند. L'accesso alla Final Four dell'Iran sia il premio per una دور ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال و در مجموعه تیم‌های برتر دنیا یک دستاورد بزرگ به شمار میاد. دستاوردی که ایران کاملا شایسته اونه. فراموش نکنیم ایران مقتدرانه تیم قدرتمند برزیل رو شکست داد. نگران بازی با ایران بودیم، چرا که این تیم قدرت خودش رو در این مسابقات به خوبی نشان داده بود. پس از دیدار ایران و ایتالیا، دو تیم برزیل و آمریکا در فینال این دور از رقابت‌ها به مسافه یکدیگر رفتند که در نهایت آمریکا با پیروزی بر زردپوشان برزیلی مقام نخست لیگ جهانی والیبال 2014 را از آن خود کرد. حمید معصومی نژاد، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، ورزشگاه نلسون ماندلا شهر فلورانس، ایتالیا. همچنین در پایان این رقابت ها سعید معروف کاپیتان تیم ملی کشورمون به عنوان بهترین پاسور انتخاب شد. ملی‌پوشان بامداد فردا به کشور باز می‌گردد.